رئیس جمهور کرزای دست به دامن آلمان در گفتگو با طالبان. و سفر نمایندگان شورای صلح به پاکستان، راه رفته ای که افغانستان باز می رود. سلام و وقت شما بخیر. به فراخبر با من یماس یاوش خوش آمدید. صفحه اینترنتی شپیگل در گزارش نوشته است که رئیس جمهور کرزای از آلمان خواسته تا میانجیگری برای مذاکرات صلح با طالبان را دوباره از سر گیرد. آلمان در سالهای 2010 و 2011 میان نمایندگان طالبان و ایالات متحده میانجیگری کرده بود. مایکل اشتاینر نماینده خاص آلمان در آن وقت یک هیئت طالبان را به رهبری سید طیب آقا که از نزدیکان ملا عمر رهبر طالبان است به شهرک پولاخ در نزدیکی شهر منشن انتقال داد تا با نمایندگان وزارت خارجه و شورای امنیت ملی آمریکا ملاقات کنند. وزیر خارجه آلمان گیدو وسترولله در کنفرانس توکیو به رئیس جمهور کرزای اطمینان داد که کشورش حاضر است تلاش ها را برای احیای مذاکرات میان حکومت افغانستان و طالبان دوباره آغاز کند. آلمان چه نقشی در گفتگوهای صلح دارد که زمینه را برای گفتگوی طالبان و آمریکایی ها در سال 2010 و 11 برچیده بود؟ میتواند برای دولت افغانستان هم کاری بکند؟ امین فرهنگ تحلیلگر مسائل سیاسی و آشنا با مسائل آلمان برای بس بیشتر با ما هستند. خیلی خوش آمدین آقای فرهنگ. نقش آلمان در گفتگوهای صلح چگونه است؟ آلمان یک عنعنه داره در مسائل حل بحرانات افغانستان. از آغاز جهاد در افغانستان تا به امروز، ما اگر تاریخچه‌اش بسیار مختصر بگوییم، در وقت جهاد، وقتی که حکومت کمونیستی در آستانه سقوط بود در سال 1991، حکومت آلمان، ویلی برند صدر اعظم، یکی از صدر اعظم و سیاستمداران بسیار بزرگ آلمان، وقت قدم گذاشت که اگر انتقال قدرت از کمونیست‌ها به مجاهدین به صورت مسلح‌طلبانه صورت بگیره، که در اثر متاسفانه حرکت منفی امریکایی‌ها به جایی نرسید، بعد از او در وقتی که طالبان آمدند و بین مجاهدین و طالبان و جنگ‌های داخلی شروع شد، باز هم پارلمان آلمان تحت ریاست کمیسیون امور بین المللی آلمان دکتر شتاکن یک مجلس در آلمان گرفت، یک مجلس دیگر امرای آقای سیرت و گروپ روم و در اثر فریدریش ایبرت شتیفتونگ در سال 1998 گرفته شد و بعد بالاخره کنفرانس اول بن هست به کمک آلمان صورت گرفت. این یک عنعنه بود که همیشه وجود داشت. خصوصیت عمده آلمان است که برخلاف دیگر کشورها در افغانستان کدام هدف یا مرام خاص سیاسی و اقتصادی و غیره را پیروی نمی کنه، بلکه می خواهد که صلح و سلام در افغانستان بیاره. و من فکر می کنم که نقش آلمان بسیار سازنده می باشه. شرایط تغییر کرده، حال شاید امریکایی ها هم به اینکه آلمان یک قدم بگذاره و ایده ای را و ایجاد اعتماد و شروع مذاکرات نقش بازی کنه، ایره امریکایی هم قبول خواهد کردن برخلاف گذشته و این می تانه که یک نقطه آغاز خوب باشه. حال این مذاکراتی که در سال 2010 و 2011 از طرف آلمان انجام شد میان طالبان و امریکایی ها، اینا فکر میکنین که جز اونام برنامه بود که شما گفتین از نظر تاریخی آلمان وارد بوده در مسائل افغانستان؟ من فکر میکنم که جزئیات شما قبول خبر ندارم، اما ما گمان ما به حیث کسی که در آلمان تحصیل کردیم، در آلمان زندگی کردیم، ایست که آلمان ها به صورت عنعنوی به افغانستان یک علاقه خاص دارند، به مردم افغانستان علاقه دارند و یک اندازه خود حتی مدیون مردم افغانستان میدانند برای وحدت مجدد آلمان که یک نقش عمده قضیه افغانستان داشته، در پالوی مسائل بشری و دیگه کمک کرده بودند. آل آلمان میخواهد که احتمال داره که این تقاضا از طرف امریکای هم صورت گرفته باشه، حکومت افغانستانی تقاضا رو کرده و آلمان رو به رئیس یک کشوری که حتی طالبان هم شاید یک نظر قدر منفی در مورد آلمان نداشته باشند که نسبت به سایر مثل امریکا و انگلستان اینا دارن، از این حالات، از این موقعیت خاص آلمان استفاده صورت بگیره و آلمان ها هم بسیار به خوشی حاضر هستند که در قسمت کمک کنند که ما این کمکشان رو طبعا بسیار به نظر نیک خواهد دیدیم. حال طالبان همواره قسمی که شما شاهد هستین گفتن که تنها با آمریکایی ها مذاکره میکنن و طرف با آمریکایی ها هستن، نه با دولت افغانستان. آیا آلمان این توانایی را دارد تغییر در موقف طالبان وارد بکنه؟ خب این یک اصل دیپلماسی است که هر کس وقتی که در مذاکرات میآید میخواهد موقفای بسیار قوی بگیره.
بسیار موقفای بگیرند قوی که پسان در دوران وقت مذاکرات ولی طالبان که نشان دادند در این چند سال که بالای موقفشان همچنان استاده هستند در این سال در صفوف طالبان هم اختلافاتی آمده یک تعداد پیدا شدند که نمیخواهند مذاکرات کنند مذاکرات همه جانبه باشد ولی اون هستی اصلی برهبری ملا عمر که خب این هم قابل سوال است که هستی مرکزی تا چه وقت میتونه که مقاومت کنه وقتی که دیگرها اطرافشان نظریات دیگه پیدا شوه باز هر کس تعدیل میاره در نظریات خود من نمیگم که حتما اینطور میشه اما احتمالش موجود است از این مواقع در سیاست استفاده میکنه و طوری که گفتم آلمان ها شاید کانال هایی داشته باشند چنل هایی داشته باشند که اونا با بعضی مقامات طالبان هم در مذاکره باشند که بتانند که یک فضای را ایجاد کنند که در اونجا باز طرفین به شمول ایالات متحده آمریکا به میانجیگری آلمان بتانند با هم بشینند و حکومت افغانستان با هم صحبت کنند در سیاست یک میدان طولانی سادم باید با حوصله پیش بره و ما یقین داریم که بالاخره کلگی به می کانزنس یا به می مفکوره میرسن که رای جنگ رای حل طالبان منتظر چیز دیگری هستند سال 2014 که نیروهای بین المللی افغانستان را ترک بکنن و اینا زمان است که وارد شوند به افغانستان در اینجا باید برای طالبان باعث یک شهروند افغانستان این پیغام ما بتیم که او صحنه هایی که در سالهای 94 وقتی طالبان ظهور کردن 95 او صحنه ها دیگه تکرار نمیشه که طالبان بتونن که قریه به قریه و شهر به شهر و مردم هم پشت سرشون بیاید حالا فکر نمیکنید این وقت کشی را که طالبان دارن روی این مسئله است که منتظر دوازده اصلا فکر میکنید ما پس همونطور میاییم قدرت میگیریم در مابین کابل او دیگه تکرار نمیشه او ناممکن است مگر ای که از روی مذاکره پیش بیان و شریک شوند در قدرت اگر نظریات نیک و خوب و برای افغانستان مفید دارن در چوکات قانون اساسی جدید افغانستان و دستاوردهایی که در 10 سال هم موجود بوده در یک قسمت اگر برای تعدیل و اصلاح از این هم نظریات دارن بگوین اگر قابل قبول باشه چرا قبول نشه اونا هم اما عمو طالبایی که وابستگی به القاعده و به پاکستان و به ایسای و اینا ندارن بلکه در طالبایی که در افغانستان یعنی هویت افغانی خود نگاه کردن بر افغانستان میخوان یک چیزی بکنن چرا نه ویلکم راز بهشان واز است بسیار خوب میشه یک تفاهم بین لبنانی پیدا میشه حالا چرا دولت آلمان پس از اینکه گفتگوهای قطر با حالت تعلیق درآمد تلاشی نداشته و این تلاش های ادامه پیدا نکردم من فکر میکنم که تلاش ها همیشه موجود بوده شاید پشت پرده بوده که ما بسیار زیاد خبر نداشتیم اما سیاست یک هنر است که هیچ وقت تو مذاکرات مخصوص که اگر آدم بخوای از راه صلح‌آمیز مسائل حل کنه همیشه ادامه میده صبر از دست نمیده از این راه چنان که در گزارش آمده که گزارش ها متوقف شده ظاهرا اون تلاش های دولت آلمان خب ایره من نمیفهم تا کدام اندازه منابعی که شپیگل آنلاین رو گرفته تا کدام اندازه ای از منابع موثق است اما من یقین دارم که کشورهای عمده مخصوصا جمهوری اتحادی آلمان که نظر نیک به افغانستان و با آینده افغانستان داره اونا کانال های خود را اگر کمی بتی ساخته باشند و حرکات خود را اما متوقف نساختند به هیچ وجه تا در وقتی که مساعد می اوضاع مساعد میشه پس او را تشدید کنند آنطور که شپیگل آنلاین نوشته ملاقات دو طرف و دیدار آنها بیشتر اینا تشبیه کرده و داستانهای جاسوسی که در کتاب ها است حال که این جزئیات این رسانه‌ای شده و درس کرده و رسانه ها فکر میکنین تأثیر داشته باشه روی تلاش ها و افکار عمومی در درون آلمان ببینید چیزایی که رسانه ها نشته میکنن یا میگن دیگه میگن این یک چیز است چیزی که حکومت ها و مقامات زیسلا و مسئول میکنن و یک چیز دیگه است شاید بسیاری مسائل رسانه ها خبر میشن با قسم خود تعبیر میکنن بازور منعکس میسن و یک چیز است اما در پشت پرده در عقب پرده چی فعالیت های صورت میگیره چی مذاکرات صورت میگیره ما حتی در مذاکراتی که در قطر باید صورت میگیره بین امریکایی ها و دیگه همینطور مذاکرات ابتدایی صورت گرفت تا یک فضای تفاهم و یک فضای اعتماد ایجاد شوه شاید اینمی دوام داشته باشه و آلمان ها چیز تازه ای که ما خبر شدیم اما هنوز درست سقط نمیدانیم ایست که آلمان ها در فکر از ایستند که در چندین کشور مثل افغانستان، ایران، پاکستان، هندوستان در آسیای میانه گروپ های را معذب بسازند مختلط از افغان ها و دیگران که اینا برای بین قوت های معصره سیاسی افغانستان و جامعه بین المللی و طالبا به شمول طالبا یک فضای اعتماد ایجاد کنند اینا همیشه مذاکره کنند میانجیگری کنند دیگه کنند اینی هم یکی از اطلاعات است که من دارم که تا کدام اندازه صحیح است یا نیست وش من نمیفهم اما حرکات خوب است که اگر برای ایجاد فضای اعتماد این فعالیت ها صورت بگیره اون نکته اساسی این است که آنچنان که آقای اشتاینر در این گزارش گفتند اینا حال سفیر آلمان در هندوستان هستند گفته مذاکرات ممکن نیست تا بعد از انتخابات نوامبر در آمریکا انتخابات ریاست جمهوری فکر میکنید واقعا نقش آمریکا در این مذاکره که حالا رئیس جمهور کرزای
خواسته وارد این چند بره شود چگونه خواهد بود؟ خب یک چیز واضح است که هیچ نوع رای حل سیاسی و از رای مذاکرات در افغانستان پیدا نمیشه تا یکی از طرفین از او امریکایی نباشه. این حالی که امریکایت خودشان نمیاد در مسائل داخلی خود بسیار مصروف هستند که مثلا انتخابات ماه نوامبر است، اما ماه نوامبر نزدیک است، انتخابات تیر میشه و مسئله افغانستان اینطور مسئله نیست که به یک ماه دو ماه و پنج ماه حل شود، یک دوره طولانی تر داره. از او خاطر است که من یقین دارم که اگر ادمینستریشن فیلی ایالات متحده امریکا یا جمهوری خواه قدرت بگیرند، مسئله افغانستان پست صدر سیاست خارجی خود قرار میتن و اونجا باز با یک شدت بیشتر در مسائل فعال میشن، برای اینکه باز یک دوره 4 سالی دیگر پیشوی دارن و باید در این وقت یک دستاور داشته باشن. از او خاطر است که شاید که تفاهمات بین آلمان، ایالات متحده آمریکا و غیره متحدینشان در ناتو صورت بگیره و آلمان در اینجا پیش قدم شده، برای اینکه یک سابقه خوب و نیک هم در وقت جهاد، هم در وقت طالبا و هم در 10 سال اخیر، هم از نگاه اقتصادی هم از نگاه سیاسی از هر نقطه نظر اعتبار داره در افغانستان، در پیش مردم افغانستان فعالیتش به نظر نیک دیده میشه. حالا که پیشتر آمریکایی‌ها بیشتر فعال بودن در قطر و گفتگوهای قطر، فکر میکنید که این بار این یک طرح از سوی رئیس جمهور کرزایی که میخواد که خود دولت افغانستان وارد شود در این معادلات با طالبان؟ شاید یکی امی باشه، اما مهمتر از او ایست که ذهنیت مردم افغانستان، ما شما خبر داریم در مقابل آمریکایی‌ها منفی شده بسیار، اما در مقابل آلمان‌ها اونطور نیست، ذهنیت واقعا منفی نیست، برای اینکه آلمان‌ها مستقیما در جنگ هم دخیل نیستن. اونا در مناطق شمال افغانستان هستن اما بسیار در جنگ دخیل نیستن. از اون خاطر مردم افغانستان هنوز هم زیادتر شاید با آلمان‌ها و میانجیگری از اونا اعتماد پیدا کنند که از اون را باز امریکایی‌ها هم میتونن. ولی این مذاکراتی که حالا پیشتر انجام شده با وساطت آلمان، این خیلی مخفی و سری بوده. بله. حالا که این رو شده و همه این اشپیگل آنلاین منتشر کرده و رسانه‌های دیگه هم گفتن، در این حالت فکر نمی‌کنین تاثیر بگذاره روی افکار عمومی آلمان و در این طرف هم؟ من فکر می‌کنم حالا با توجه به این خشونت‌هایی که طالبان جریان داره از طرف طالبان، من فکر می‌کنم که اثرات از این روی ذهنیت عامه مردم افغانستان، مردم عادی افغانستان که متأسفانه قربانی جنگ هستند، و مردم آلمان مثبت است، برای اینکه مردم آلمان هم می‌خواهند که هرکی معضل زود حل شود تا اونا هم عسکرشان از اینجا برای هم مصارف بسیار سنگینی که به دوششان است برای دست رو بگه آلمان میخواه که بایست ولی با توجه به این خشونت‌های جاری که در افغانستان و طالبان بیشتر این موارد در انجام میتونه نمیتونه. طالبان را هیچ کس وادار به این ساخته نمیتونه که از خشونت دست بکشن، اما یگانه رایی است که به مرور زمان در داخل بدنه طالبان گروپ های پیدا شوند که اونا متوجه شوند که خشونت ما را به سر منزل مقصود نمیرسانه، باید که از راه مفاهم و مذاکره پیش بریم و اینمی شاید یکی از استراتژی ها باشه که از متر رقابت استفاده کنند که یک گروه بره در مابین طالبان سراخ کنند که اونا بخواهند که آهسته آهسته طالبان رو میبینید که نسل دومش به قدرت میاد، نسل اول آهسته آهسته صحنه میره ولی ابتکار همچنان به دست اون رهبری است که اصل میمونه تا مدت، اما اساسا چهرهای دیگه پیدا میشن که اونا باز یک جانبینی دیگه شاید داشته باشن، باز با یک مفکوری دیگه بیان، و اون وقت است که باز میتونه که این مساعی و این بزرگ تلاشا به یک نتیجه مثبت برسه. سپاسگزارم امین فرهنگ، تحلیلگر مسائل سیاسی و آشنا با مسائل آلمان. قرار است نمایندگان شورای عالی صلح به زودی به پاکستان بروند. نخست وزیر پاکستان در سفرش به افغانستان با رئیس جمهور کرزی توافق کردند که گفتگوهای صلح را از سر گیرند. نخست وزیر پاکستان وعده داد که افغانستان را در گفتگو با نمایندگان طالبان کمک کند. ما در کار مبارزه با هراس افغانی، تأمین امنیت و آوردن صلح و ثبات در افغانستان متحد هستیم و ما در این روند همکاری خواهیم کرد. پاکستان می تواند بخش از راه حل افغانستان باشد، نه بخش از مشکل آفرین برای افغانستان، زیرا صلح در افغانستان به معنی صلح در پاکستان است. همچنان راجا پرویز اشرف، نخست وزیر پاکستان، در سفرش به کابل با رئیس شورای عالی صلح دیدار داشت و درباره موضوعات مختلف بحث و گفتگو نمود. این نخستین دیدار نمایندگان شورای عالی صلح از پاکستان پس از تقرر صلاح الدین ربانی به عنوان رئیس شورای عالی صلح خواهد بود. اسماعیل قاسمیار، عضو و مشاور بین المللی شورای عالی صلح با ما هستند. آقای قاسمیار، خیلی خوش آمدین. زنده باشین، لطف شما. آیا مشخص شده که شورای عالی صلح چه زمانی به پاکستان سفر خواهند داشت؟ زمانش تو قطعی نیست، اما به زودی خواهد بود، حتی احتمال میره به
ظرف امی ماه مبارک رمضان باشه. چی درخواست مشخصاً دولت افغانستان و شورای عالی صلح در دیدار با نخست وزیر پاکستان در کابل داشتن؟ به هر حال خوشبختانه یک ملاقات در یک فضای تفاهم و حسن نیت و بگویم صراحت لهجه هم به کار رفت و ما هم به حیث یک عضو در این دیدار بودم. خیلی با مورد مشخص صحبت شد. اولا خوب شما میفهمین درخواستای ما از جانب پاکستانی در رابطه با پروسه صلح و تقویت این پروسه خیلی زیاد است، اما به چند تا مسائلی که خواستیم به طور مشخص هم راجع به صحبت بکنیم، موضوع است که همکاری از اینا را بیشتر صمیمانه و واقع گرایانه و به طرف چی بگیم، به طرف عمل، یعنی عمل گرایانه خواستیم. مثلا ما گفتیم که ببینین چند تا از رهبری طالبا امیال به زندانهای پاکستان هستن، مثل ملا برادر واری، که اینها کدام قصور ندارن جز از اینکه میخواستن تمایل نشان داده بودن که ما بریم مذاکره میکنیم با حکومت خود، حکومت افغانستان. اینا به زندان افتادن، رهایی از اینا میتونه یک حسن نیت نشان بده و اعتماد سازی را کمک بکنه. من مورد دیگه شو بگم که کسان تشویق بکنن که اینها، یعنی رهبری طالبان را به خصوص و رهبری دیگه مخالفین مسلح که در اونجا هستن، تشویق بکنن که به دیالوگ بین الافغانی بپردازن، یک معبر محفوظ برای اینا جور کنن، به خاطر که یک عده دغدغه دارن که اگر تمایل نشان بدن یا بیاین به طرف صلح، امکان از این وجود داره که به مشکلات مواجه شوند خودشان و یا خانواده‌هایشان که در همونجا زندگی میکنن. و ما از اونا خواستیم که ببینین یک عده فتواهای از بعضی حلقات از اونها داده شده به این که اینا به تمسک از او میاین برادرای افغانی خود زن و مرد و خورد و کلان به شهادت میرسانن، انفجار، انتحار، اینها ای باید از چون با اساسات و ارزش‌های دین مبین اسلام خیلی سازگار نیست، به این راستا هم باید تصحیح شوه این فتواها در مسیر شرعی واقعی خود قرار بگیره. یعنی فکر میکنین که ابتکار عمل اصلی گروه طالبان به دست کشور پاکستان هست؟ آقای قاسمیر شما ببینین رهبری طالبان همونجا هستن از دیر زمان و حتی از آوان تشکل، که البته ادعا میشه که ای در ولسوالی های قندهار تشکل یافته، اما بالاخره اونجا آموزش و پرورش و تجهیز و تمویل و ایگا پا دیدن و آمیال اونجا هستن. پس بسیار طبیعی هست که اشراف حلقات استخباراتی بالای از اینا باشه، اینا تحت نظر باشن. بله بله. خب در ماه دل و با سفری که رئیس جمهور داشت، خانم حنا ربانی وزیر خارجه پاکستان گفتند که اگر تقاضای افغانستان سپردن ملا محمد عمر رهبر طالبان باشد، این درخواست نه تنها معقول نیست بلکه خنده آور و مضحک هم است. فکر نمی‌کنید که باز یک این تلاش شما منتهی شود به یک چنین پاسخی؟ من فکر میکنم به چوکاتی که اونها با ما صحبت هم داشتن و اظهار آمادگی کردن که ما در این موارد با شما همکاری میکنیم، اینا از قبل به اصطلاح مقدمتا روش صحبت شده در چوکات نشست حتی رئیس جمهور ما با رئیس جمهور پاکستان که امو کمیسیون عالی بود و او وقت شهید استاد ربانی هم زنده بودن، اینها مسائل رو مطرح کردن که ما میخوایم اونا رو هم پیگیری بکنیم. و امی کور گروپی که میگیم، یعنی گروپ محوری که سه جانب هستن، افغانستان، پاکستان و امریکا، اینها هم نشستهای داشتن، یک عده مسائل اینها هم صحبت کرده بودن، توافق کرده بودن، وعده گرفته بودن. یعنی آرزوی ما همی است که اصلا به همین سیاست کجدار و مریض ای پایان داده شود. ولی این چگونه میتونین پایان بگذارین بر این
سیاست کجدار مریض که میخوانین. دولت پاکستان چه تغییری واقعا شما در روشش دیدین که حال شورای عالی صلح دوباره خواسته از سر بگیره؟ ما میخوایم بگیم یکی در واقعیت هایی که وجود دارن بر زمین، امی واقعیت ها باید به انسان ها درس بدن. واقعیت ها رو انسان ها خب پاکستان که اینو به صراحت مطرح کردن که پاکستان در طالبان را تقویه نمی کنند، حتی گفتن که این خواسته که اگر ملا عمر را از پاکستان بخواهیم بله. این موسیقی است. خب من یک پاسخ قاطع هست از سوی پاکستان. یعنی صرف انکار گیری را حل نمی کنن و کار به جای نمی رسانن. خب ما با تأسف باید بگیم که مسئله انکار یک قسم سیاست عنعنوی شده به کشور برادر ما پاکستان. اما من فکر میکنم آل وقت به جای رسیده. تا 2014 شما بفهمین صفحه روشن میشه، دست هایی که با پشت پرده کار میکنن روی میشن و صف دوست و دشمن و نیمه دوست و نیمه دشمن هم روشن میشه. ولی فکر نمیکنین که در حال حاضر هم چنین هست، واضح هست این مسائل؟ من میخوام بگم باید از زمینه ها عبرت گرفت. ولی شما ببینید وضع خراب امنیتی خود پاکستان، وضع خراب اقتصادی پاکستان، فشاری که میآید، حتی اقوام مثل پشتون و بلوچ از پاکستان خواستند که خاتمه بدن به این قسم پشتیبانی ها از این حرکت های ناهنجار و حرکت های خشونت بار. من فکر میکنم یکی تا عوامل درونی و اطراف حکم میکنه که باید یک تجدید نظر به نفع منافع ملی هر دو کشور شود. ولی هیچ نشانه ای آقای قاسمیار وجود نداره که پاکستان چنین درخواستی را بپذیره و انجام بده. ببینیم در رابطه با مذاکرات صلح که میشه، با این وعده هایی که با ما میکنن، ما یک قسم اراده سیاسی پشت از این وعده ها میبینیم. مثلا چه اراده ای؟ حالا در این تازه ترین مورد چه اراده سیاسی از پاکستان درست کرد؟ ما این اراده میبینیم که وعده دادن. ما تشویق میکنیم رهبری طالبان که اینها به میز مذاکره حاضر بشن. ان حالی این دیر دوام کده نمیتونه. من عرض کردم که مرحله تقریبا پخته شده به ای که باید یا عمل کرد یا منصرف شد از وعده و قول دادن. چرا؟ به خاطر از ای که تا کی مثلا تنها به گفتار نیک ما اکتفا کده میتونیم، پس کردار نیک هم باید به تعقیب از این بیاید. بله. خب در مورد پاکستان، حالا که قرار است شورای عالی صلح سفر داشته باشه به کشور پاکستان، فکر میکنین که در صحنه عمل واقعا چه تغییرات با این سفر خواهد آمد؟ این کار کمیسیون دو جانبه که بالت تعلیق در آمد پس از کشته شدن استاد ربانی، حالا چه تغییری؟ نکته خوبی رو اشاره کردین. من میخوام بگم اولا خود کمیسیون ها دوباره فعال میشن، قبول شده که میکانیزم پیگیری احیا شده. یک. دوم، امدفعه هیئت شورای عالی صلح با یک آجندای پرمحتوا و عملگرا اونجا میرن. مثلا چی از نکات اساسی این آجنده؟ امینایی که من پیشتر هم اشاره کردم، یعنی موارد مشخص این خواستایی بوده که در اون کمیسیون پیشتر هم در سفری که شورای صلح پیشتر هم داشت خب مطرح ببینیم. شد اما پاکستان کاری نکرد. انال اگر ما بگیم که اینمی وعده ها به جا شده، بیاین بسم الله یک اعلامیه دیگه بدن که از رهبری مخالفین مسلح بخواین که به دیالوگ بین الافغانی بیاید. و اگر نپذیرن امدفعه، ما ایتو میتونیم بگیم لحن خود طوری بسازن که اگر نمیپذیرین پس پاکستان ترک کنین. یعنی یک گام های یک فشار های سازنده و مثبت به نفع صلح باید از طرف از اونا اعمال شود و ما به نتیجه باید برسیم. با مردم خود بگوییم که بله، ما این سفر ما رفتیم تنها تشریفات و خوردن غذای خوب و چرب و نرم نبود، بلکه اینی دستاوردها را ما داریم، دست پر انشالله و تعالی. حالا چه تضمینی وجود داره که این خواسته را که شورای عالی صلح داره این به ثانی عمل بینشینه؟ یک ملاحظات سیاسی امی است که انسان همیشه تو ناامید نباید باشه و همیشه مثلا بدبین نباشه. ولی خیلی خوشبینانه اگر مطرح بکنین، این هیچ تغییری شما در وضعیت نمیتونین دیدن، برای اینکه پاکستان حالا از اون موضع پیشترش عقب نشینی کرده باشه. خوشبینی با احتیاط ما به کار میبریم. یعنی ما میخوایم بگیم که بیایم ایتو گپ بزنیم که بعد از اینکه سفر انجام میشه هیئت ها برمیگردن،
باز ما و شما یک جا شویم، باز هم از ما بپرسیم که شما چیزهایی گفته بودین چی شد؟ بسیار عالی. اما زمانی که آقای اشرف به کابل سفر داشتن، در نخستین سفرشان، یک روز پس از این سفر ولایت کنر دوباره شاهد مشکباران بود. بله بله. خب این نشان میده که این وعده هایی که حالا در برابر دوربین های رسانه ها داده میشه، اینا خیلی نمیشه به اینها دل بست. حادثه ناگوار است واقعا. شما مسئله پروسه صلح را به ارتباط با این حوادث خود نمیتونین ببینین. واقعا این حوادث فی المجموع مؤثر هستند در فضای صحبت های صلح، در فضای همکاری های صلح. لحاظا ما هم این حادثه ناگوار میدانیم و ما امیدوار هستیم که به ایتو مسائل از هم اولتر پایان داده شود، تا که امون نیت نیک به جای خود بمانه، اعتماد ها خدشدار نشن. ما میخواییم یک رنگ اعتماد سازی کنیم، بالای اعتماد هنوز هم یک چیزی تعمیر بکنیم. دولت افغانستان داره و شورای عالی صلح که از اون تصمیم هایی که میگیرن عقب مینشینن. پس از کشته شدن استاد ربانی، دولت افغانستان اعلام کرد که با کشورهایی که این گروه ها را تولید کردن طرف هست. بله. و این اشاره به پاکستان بود. بله. اما دوباره حالا از سر گرفته میشه اون کمیسیونی که میان دو تا کشور بود و تلاش های شورای عالی صلح. بله. خب این حال کوتاه آمدن دولت افغانستان و شورای عالی صلح هست تا پاکستان در موقفشان. میتونیم او را هم دنبال بکنیم. هنوز او دوسیه اکتیف است. او دوسیه به خط آخر خود نرسیده. حالا در این سفر مطرح خواهد شد در مورد این دوسیه هم؟ من باور دارم که به یک در مسائلی که اونها یعنی معطل هستند، معوق هستند، به اونا هم باید تماس گرفت، روی از اونا هم باید صحبت کرد. بله. موضوع دیگری که امروز منتشر شده دیروز از سوی شپیگل آنلاین، این است که رئیس جمهور کرزی از کشور آلمان خواسته تا میانجیگریش را دوباره در گفتگو بین طالبان و دولت افغانستان از سر بگیره. فکر میکنین که دولت آلمان چه نقشی در گفتگوهای صلح دارد؟ خب هر یکی از دوستای بین المللی ما که حاضر باشن ما را کمک برسانن، یاری بکنن، زمین سازی بکنن، تسهیل فراهم بکنن، ما استقبال میکنیم. این پرنسیپ است و من باید اشاره بکنم که دوستی ما با آلمان خیلی دوستی تاریخی و ریشه دار است. خیلی هم خب. البته اما چرا این سوال مطرح میشه که زمانی که در سال 2010 و 2011 آلمان خواست که میان طالبان و ایالات متحده میان جیگری بکنه، دولت افغانستان را در جریان نگذاشت و شورای عالی صلح را؟ ما میخواییم بیتو بگیم که ارگاه مسائل بوده که به ما تعلق نمیگیره، به طور مثال بیایم بگیم آره مسئله صلح بوده و گفتگو میان آمریکا و طالبان بوده. مثلا رهایی رهایی زندانی ها از گوانتانامو. گوانتانامو مربوط امریکاست. امریکا باید تصمیم بگیره. خب حالا اینجا شورای عالی صلح که آنچنانی که رئیس جمهور کرزی خواستن که باید در جریان بله، باشیم. ما هم خیلی پشتیبانی کردیم. یعنی درست است که ما به جریان باشیم. امکان داره توضیحاتی که در این قسمت وجود داره که در مرحله مقدماتی تا جای که به اوجی برسه که شما حتما باید به جریان قرار بگیرین، این توضیحش در این رابطه بوده. اما انکار وجود شورای عالی صلح یا حکومت افغانستان ای خو هیچ به درد نمیخوره، ناممکن است، به خاطر اینکه بله فکر میکنین که بار پیشتر از سوی آلمان نقش شورای عالی صلح نادیده گرفته شده بود. من میخوام بگم که اونها شاید ما را به مرحله پیشرفته تر به جریان قرار میدادن و برای ما تسهیلات فراهم میکرد. ولی در اون زمان که در جریان قرار ندادن، نه، در عموم مقدمات که اینها زمین سازی کردن که چند تا از نفرهای طالبا که مقامات امریکا ببینه، که بعد از او هم او منجر شد به مسئله دفتر قطر. اون وقت در جریان بود شورای عالی صلح؟ به جریان به این معنا که ما باخبر بودیم، اما گله ما خوب علنی شد. ما حتی از دولت قطر گله مند شدیم، حتی سفیر ما برای چند روز اینجا آمد به خاطر از اینکه چرا ما را از ابتدا به جریان شما قرار ندادین، این دور از دوستی و برادری است که ما با شما داریم. خب به هر حال ما میخوایم که بگیم یک شکررنجی هایی که میشه رفعش و زود کده بهتر است. ما امیدوار هستیم که قطر هم با آمدن هیئت
که به جواب سفر وزیر خارجه ما به اونجا بود، از اونجا هم وزیر خارجه بیاین صحبت بکنن. خب مسائل منطقه آل طوری گرم شده که یک دگه پا دست دو شده. سپاسگزارم. اسماعیل قاسمیار، عضو و مشاور بین‌المللی شورای عالی صلح افغانستان، و سپاس از شما هم که تا حالا با فراخبر بودید. خدا نگهدار شما.